خبرگزاری اسوشیتد پرس و برنامه فرانت لاین شبکه تلویزیونی پی اس از تصاویر ماهوارهای و اطلاعات امواج رادیوی بهدی برای ردیابی 32 کشتی که بیش از 50 سفر بحری به خاطر انتقال غلجات از مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین به بنادر شرق میانه انجام داده بود استفاده کردند ماسکو یافته های این گزارش تحقیقی را رد کرده و آن را دروغ و به اساس خوانده است. سرقت دوامدار غلجات اوکراین توسط روسیه که به گفته کارشناسان حقوقی یک جنایت جنگی است توسط تاجران سروتمند و شرکت های دولتی در روسیه و سوریه انجام می شود که برخی از آنها در حال حاضر با تحریم های مالی یالات متحده و اتحادیه اروپا روبرو هستند. گرفتن مواد غذایی در یک جمعیت غیر نظامی در مناطق اشغالی و انتقال آن به مکان دیگر به هر دلیل که باشد نقض کنوانسیون چارم جنیف و قوانین اشغالگری است. گزارش مشترک تحقیقی اسوشیتد پرس و برنامه فرانت لاین جهت نشان دادن چگونگی عمل کرده عملیات قاچاق غلجات اوکراین توسط روسیه روی سه کشتی تمرکز کرد. کشتی های میخایل ننشوف، فدرو و لودیسیا. میخایل ننشوف اندک قبل از جنگ اوکراین توسط یک همپیمان دفاعی دولتی روسیه خریداری شد. این شرکت به دلیل ارائه تسلیحات بحری مورد استفاده علیه اوکراین تحریم شده است. در طی یک سفر معمولی در واسط ماه جون کشتی ناناشوف که 170 متر طول دارد در ترمینال غلجات الویتا در سواستوپول کریمیا که تحت کنترل روسیه قرار دارد در حالی که فرستنده امواج رادیویی آن خاموش بود توسط یک ماهواره تصویر برداری شد خدمه کشتی دو روز بعد از اینکه کشتی این بندر را ترک کرد سیگنال آن را در بهیره سیاه دوباره روشن کردند این کشتی بعدا به سمت جنوب بهیره مدیترانه حرکت کرد و در 25 ماه جون به ترکیه رسید جایی که ویدیوی اختصاصی به دست آمده توسط ای پی آن را دو روز بعد در بندرگاه متعلق به یک کمپنی ترکی تولید کننده فولاد به نام ام ام نشان می دهد. جرسخیل های در بندرگاه دیده می شود که سطل های بزرگ از غلجات را جمع آوری می کنند و آن را در لاری ها می اندازند که بعدا حرکت می کنند. لطفا به خاطر داشته باشید که غلجات نفت نمی باشد. نفت یک مواد کیمیایی دارد که می توانید مالیکول های آن را آزمایش کنید و منشه آن را پیدا کنید. مثلا در مورد نفت ایران. به فکر من تطبیق این کار در مورد غلجات کمی دشوار است. بنان جل منفست اجناس کشتی های کارگو حتی بیشتر مهم می شود. بر اساس یافته های این گزارش شرکت یالا آرگو که محصولات خشک بستبندی شده و غذاهای آماده را به طور مرتب به سوپرمارکت های ترکیه ذخیره می کند گفت که 8800 تن جواری خریداری کرده است که توسط کشتی روسی فدرو به بندر باندیرمای ترکیه در 17 جون تحویل داده شده است که حدود 2 میلیون و 700 هزار دلار ارزش دارد. در این زمان تصاویر ماهواره تاریخ 12 همه جون نشان می دهد که کشتی فدر متعلق به روسیه در سواستوپول کریمیا بارگیری شده است چون این کشتی مثل کشتی های دیگر قاچاق نمی تواند به دلیل بزرگی آن در بندر قفقاز لنگر بیندازد. تصاویر ماهوارهی و سوابق امواج رادیویی همچنان نشان می دهد که کشتی های باربری بزرگ همزمان در سواحل روسیه لنگر می و سپس کشتی های کوچکتر غلجات را از بنادر کریمیا و سایر بنادر روسیه به این کشتی ها انتقال می دهند. آنچه سبب می شود که منشه اصلی کشتی های بزرگ انتقال غلجات مبهم باقی بماند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.